بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام علیکم، امیدوارم در هر گوشه دنیا کسی صحت مند بوده ولی با صافیت و تن داشته باشد. در این برنامه برای شما 5 کار را پیشنهاد میکنیم تا زندگی مملو از شادابیت و جذابیت داشته باشید. اما قبل از آن چنل را سابسکرایب کنید، زنگ را بزنید تا از برنامه های بعدی و روزانه ما با خبر شوید. در شماره یک فهرست ما دوری از شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. اگر شما باید داشته باشید قبل از ظهور تکنولوژی تمام آدم های کره زمین زندگی خوبی داشتند، مملو از صفا و صمیمیت، در عین حال آراسته شده با تمام صداقت، بالخصوص زندگی ساده افغانی. یادتان هست یا فراموش کرده اید که خانه های گلی اما مملو از صفا و صمیمیت وجود داشت. اما بعد از ظهور تکنولوژی تمام صمیمیت ها ضرب صفر شد و همه گرفتار این زنجیرهای بزرگ شدند. رهایی از آنها کاری است بس دشوار. این شبکه های اجتماعی دلیل شد برای مصروفیت آدم های امروزی و این تکنولوژی جای بازی های کودکان و قصه های شیرین مردم را گرفت. تحقیقات نشان می دهد که تکنولوژی خطرات بزرگ برای انسان ها به وجود می آورد که سبب خستگی، استراب و افسردگی می شود. اگر شما استفاده از تکنولوژی را کم و در عوض آن مطالعه، ورزش، قدم زدن و صحبت با دوستان را جایگزین کنید، مطمئنا زندگی مملو از خوشی را خواهید دید. این کار را می توانید با انجام این کارها انجام دهید. روز حداقل نیم ساعت پیاده روی. روز حداقل 10 دقیقه تفکر. روز حداقل 20 دقیقه صحبت کردن با فامیل و دوستان را اختصاص دهید. شماره 2، مطالعه. مطالعه به همان شکلی که شخصیت فردی را افزایش می دهد به خرسندی انسان ها نیز کمک می کند. و هر قدر مطالعه کنید به همان اندازه وابسته مطالعه می شوید. و از گزینه اول که ذکر شد، یعنی وابستگی شبکه های اجتماعی دوری میکنید. این کار را میتونید حداقل در روز یک بار انجام دهید، حتی اگر یک صفحه هم باشد. پس به مطالعه آغاز کنید تا زندگی کسل و تنبلی بیرون شده و به زندگی ایدئال خود برسید. اما باید داشته باشید، باید جستجو کنید چی کتابی را باید مطالعه کنید و مؤلف آن کی باشد. شماره 3، دوری از تنهایی. برای داشتن زندگی ایدئال حتی با منابع کمی اقتصادی شما میتوانید زندگی خوبی تمام با اشتیاق و شوق داشته باشید، اما به شرطی که دوستان خوب خود را انتخاب کنید. دوستان شما میتوانند برای شما خوشی به بار بیاورند، البته دوستان خوب. دوستان شما میتواند استرس، امراض روحی و روانی را دور کنند. برعکس، تنهایی آن چیزی است که شما را به کنارگیری سوق داده، در نتیجه زندگی شما را تلخ میکند. حتی تنهایی شما را به افکار مختلف از جمله افکار پوچ سوق می دهد. پس بهتر است از تنهایی جلوگیری کنید و در جمع باشید. شماره 4، گذاشتن وقت به عبادت. به همان شکلی که وجود فیزیکی ما نیاز به ورزش و غذا دارد تا تقویت شود، روح ما نیز به انرژی نیاز دارد، که انرژی روح همانا عبادت است. شما می توانید در کنار عبادت هایی که مسئول هستیم به عبادت های اضافی نیز بپردازید. مثلا روزی 10 دقیقه ذکر کردن، 5 دقیقه قرآن گوش کردن و 10 دقیقه خواندن قرآن کریم اشاره کرد، که با این کارها می توانید روح خود را تازه نگه دارید. اگر بتوانید از طرف شب حداقل 2 رکعت نماز تهجد بخوانید بهتر است. و شماره 5، داشتن هدف مشخص. هدفی که تنها متکی به دنیای شما نباشد. تکرار میکنم، هدفی که تنها متکی به دنیای شما نباشد. شما باید هدفی داشته باشید که آخرتتان را نیز مد نظر بگیرید. بدین معنی که نیت شما فقط رضای خدا باشد. اگر می خواهید دکتر، انجینر، هر شخصیتی که در جامعه باشید، در اول باید رضای خدا را مد نظر داشته باشید، چون این کار می تواند جاویدان باشد. اگر هدف و نیت شما تنها دنیا باشد، شما به هدفتان خواهید رسید، اما بعدش فوت میکنید و میمیرید بدون سود. اما اگر هدف شما رضای خدا باشد، هم ثواب کمایی میکنید و هم خرما. به هر صورت از بحث دور رفتیم. گفتیم یکی از راه های داشتن زندگی با سعادت داشتن هدف است، به این معنی که اگر شما هدف داشته باشید، برای رسیدن به اهداف خود مبارزه و تلاش میکنید و از بیکاری نفرت میکنید. در یک کلام، زندگی شما میشود زندگی خوش و آرام و بدون هیچ گونه دغدغه بیکاری و کسالت. پس با هدف زندگی کنید تا باشد شاد زیستن را تجربه کنید. خب دوستان عزیز، برای داشتن زندگی آرام توان با سعادت، چیزی دیگر هم میتواند کنار این 5 گزینه وجود داشته باشد. حتما دیدگاه های خود را در بخش کامنت با ما شریک کنید.